از نظر شما آینده تجاری افغانستان و آینده اقتصادی افغانستان در اصل چگونه خواهد بود از منظر یک آگاه اقتصادی ببینین مردم که در یک جامعه و در یک کشور زندگی میکنند اونا حق زندگی کردن دارند سلام به تمام شما بینندگان عزیز و هستیم در هر کجایی که هستین صحت و سرحال باشین و شما را همچنان خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه های دیدگاه این هفته با من مجیب سلطانی طبق روال عام بازمون برنامه این هفته ای ما تعامل کشورهای منطقه با امارت اسلامی افغانستان هست و تأثیری ای که این تعامل بر روند توسعه در افغانستان داره به همین منظور مهمان ویژه همچنان در برنامه داریم که جناب آقای میوند عمر تحلیلگر و آگاه مسائل اقتصادی در برنامه با ما هستند جناب آقای عمر شما بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام دوستان و هموطنان عزیز که ما را از طریق یقین میدیا میبینند و جهان استفاده شما تشکر بسیار زیاد. جناب آقای عمر در نخست پرسش این است که همون قسمی که در جریان هستید و در رسانه های اجتماعی همچنان خیلی زیاد دست به دست میشه تکمی جریان روند و جریان باسازی پروژه های زیربنایی و پروژه های ساختمانی در اکثر نقاط کشور همچنان در حال جریان است تکمیل پروژه ها و باسازی این زیر ساخت ها در کشور چقدر میتونه در اقتصاد کشور کمک بکنه در جواب و پاسخ شما باید بگویم که پروژه های اقتصادی که از ستون اساسی یک کشور هستند وقتی که پروژه های اقتصادی با فعالیت آغاز میکنند اولین کار که صورت میگیره شغل زایی میشه برای افرادی که بیکار هستند در یک کشور و شما فکر کنید که در کشور ما چقدر افراد چقدر جوانانی که تحصیل کرده هستند بیکار هستند. و گذشته از او پروژه های اقتصادی باعث میشه که ولایات مختلف با مرکز در رابطه باشند یا ارتباط پیدا بکنند و اموال تجارتی محصولات تجارتی توسط اینمی همی پروژه های اقتصادی که البته زیادترش پروژه, پروژه های ساخت و ساز و سرک ها هست اینا در تبادله باشند و بدون شک عرض در جریان, جریان پیدا میکنه و باعث شگفایی اقتصاد یک کشور میشه و باعث میشه که یک کشور به سر پا بیسته تشکر جناب آقای عمر از نظر شما فکر نمی کنید که هزینه کردن یک مقدار پول هنگفت که در ساخت سرکاب سرک معمولا مصرف میشه آیا این هزینه کردن نمیتونه که به اصطلاح یک ستونی از اقتصاد افغانستان را لنگ بکنه یعنی یک مقدار هزینه هنگفتی را بالای از اینا تحمیل شدن نیست ببینین مردم که در یک جامعه و در یک شوار زندگی میکنن اونو حق ژوند کې کاردان دراون په طریقې درسته کې دیګا کشورا مردم ژوندې میکنند پسته ون وخت کې مالیات و مالیات سنفي مالیات کې از اواید مردم یعنی دولت داور مته ای پاست دوباره در تمام کشورها و در افغانستان هم در تمام کشورها ای پاست به خاطر رفاه مردم به مصرف میرسه کې در افغانستان هم در 20 سال گذشته اگر در زمان جمهوریت ببینیم مالیات وضع میشد از مردم افغانستان ولی به خاطر بهبود و رفاه مردم به مصرف نمی رسید و فساد گسترده که وجود داشت طبعا مالیات وضع میشد ولی به مصرف نمی رسید ولی الحمدلله قسم که فعلا ما شاهد هستیم قسم که امارات اسلامی افغانستان کار میکنه اگر به همین منوال باشه که از مالیات وضع میشه ولی دوباره بر رفاه مردم به مصرف میرسه این نه تنها باعث از ای که باعث رشد اقتصاد میشه بلکه به هیچ وجه ای اقتصاد داخلی را و آید داخلی را ضربه نمیزنه بله. در قسمت اواید گفتین فکر نمی کنید که ای مالیات یک مقدار بیشتر از حد منظور شده در افغانستان گرفته میشه از مردم و در این اواخر بعضی از تجاران و همچنان مردم و به خصوص که در مسیرها کار میکنند سر های بلند شد مبنی بر که میزان عغز مالیات دولت از مردم بلند هست و این میتونه که مشکل ساز باشه برای مردم از نظر شما خب در زمان جمهوریت ما شاهد ازی بودیم که مردم در چندین جای مالیات پرداخت میکنند بر چندین طبقه مالیات پرداخت میکنند حتی دزدان مسلح که راه ها را میگرفتند و سرک ها را میگرفتند و از موتروان ها و موترهای ترانزیتی کبور میکردند از اونا بوج میگرفتند او مسائل حال از بین رفته ولی یک چیز از بدون شک محسوس میشه تمام مردم حس میکنند که مالیات بلند رفته حتی از کسایی که دستفروش هستند و کاراچوان هایی که در شهر کار میکنند تا صنف های بلند تجارتی اینا مالیات میپردازند در گذشته در جمهوریت کمک های بین المللی جامعه بین بر افغانستان بیشتر بوده ولی این کمک ها آل کمتر شده پس به خاطر اعمار پروژه ها به خاطر پیشبرد پروژه ها ضرورت به پول است که باید پروژه ها در جریان باشه و ما فکر میکنیم که امارات اسلامی افغانستان گزینه از این جز از ای که از مردم میره جمعوری بکنه گزینه دیگر نداره و یک موضوع را هم باید یادآور شوم که ای باز یک, با یک اندازه محبوبیت یک حکومت هر حکومت که باشه در نزد مردم کاهش میده چون ما شاهد از ای هستیم که در طول تاریخ چیزی که باعث شورش مردم شده چیزی که و مردم آوادار به این ساخته که علیه حکومت حداقل صدا بلند بکنن بود چیز دیگری نبوده جز مالیات بیشتر بلای مردم اتفاق افتیده در حکومت فعلی؟ تا فعلا نه ولی فکر میکنم که اگر زیادتر این مالیات بالا برده شود شاید که مردم چون مردم دمو حد دمو توان نیستند که باید این مالیات گذافه بپردازند در هر قشر مردم که هست و در هر کجای از بله. مردم اما دا 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 یک قسمتی از سوالات من همچنان هم همی است که در سالی که گذشت نواسانات خیلی پولی, پولی خیلی بلندی در جهان دیده شد تنها در افغانستان اما آنچه که گفته میشه که کامیابی مدیران رهبری در افغانستان بانک در مقابل حفظ ارز پولی افغانستان در مقابل دلار بوده از نظر شما حفظ ارزش پولی افغانستان در مقابل دلار چقدر تانسته کمک بکنه تا ما همین چرخ توسعه پیش بره وقتی که حکومت تبدیل شد به یک شب و یا یک روزه بگویم یک حکومت رفت و حکومت دیگر جایگزین شد شخصا خودم به این فکر بودم که اگر تمام بحران ها را ما جلوش را گرفته بتونیم ی اک چې د مو نه خد جلا وشو گرفته بتونې ان مستوبات او پولی او بلند رفتان ارزشه مواد خوراکي در داخل کشور مو نه خد جلا جلاج را گرفته بتونې ک خوشبختانه وګویم امارات اسلامي افغانستان او کسایي کې در افغانستان بانک مصروف کارستان ایر افغانستان به خوبي مديريت وکونن او تا هتاي کې دو سال میگذره و اینا موفق به شدن که دلار ارزش شده مقابل افغانی پایان بیارند که ای خود از ای یک کامیابی است برای افغانستان بانک و این 40 میلیون دلار هفته که میای بعضی ها گمان ها برای ازی است که امی هفته چهل میلیون دلار کمک های بشری که برای افغانستان میای ای هم نقش بارز در متوازن ساختن قیمت دلار در مقابل افغانی داشته یک چیزی که جلو و تورم میگیرد در اقتصاد یک کشور و یک چیزی که واقعت ثبات پول ملی را حفظ میکنه او در اقتصاد تزریق پول است یعنی تمام گزینه ها که نباشه با تزریق پول که فعلا توسط دلار ای صورت میگیره و جزیات به اون که چی گونه چهل میلیون دلار ولی تاثیرات بسیار زیاد را بالای اقتصاد افغانستان داره بله بسیار زیاد تشکر به حاشیه اگر نریم و بر به موضوع اصلی در این روزها تعامل کشورهای بزرگ مانند چین، روسیه و ژاپن و کشورهای دیگه در ساخت سازهای زیربنایی زیربنایی افغانستان همچنان خبرساز شده این تعامل و این همکاری و این سرمایه گذاری در اصل چقدر میتونه کمک کننده باشه برای افغانستان در مسیر توسعه قسم کې هم موږ مفهموم افغانستان از قبل ییکی از شرکای راه ابریشم یعنی یک به نام جاده ی ابریشم افغانستان هم ده و شامل بوده که چهرای تجارتی بین کشورهای خاور میانه و خاور دور بوده مثلا کشور چین با خاور میانه و اروپا فعلا اونمو کشورا بدون افغانستان نمیتوانند که ثبات تجاری داشته باشن البته به خوار میانه و به کشورهای اروپایی کشورهای مواصلاتی بله راه های مواصلاتی و کشورهای امسایه ناگذیر که با افغانستان تعامل بکنند فرض مثال ببینیم پروژه تاپی پروژه تاپی بدون دستندرکاری افغانستان به اکمال نمیرسه همچنان پروژه کاسای هزار آه, که انشالله اگر تطبیق شوه که ما متقن به که انشالله در آینده تطبیق میشه آه, ای خود از زمینه رشد و شکوفایی افغانستان برمغان خواهد آورد بله بسیار زیاد تشکر و از نظر شما آینده تجاری افغانستان و آینده اقتصادی افغانستان در اصل چگونه خواهد بود از منظر یک آگاه اقتصادی اگر بازم گردیم به گفته قبلی که اگر امارت اسلامی افغانستان به همین شکل که فعلا کار میکنن کار بکنن و همچنان بر رفاه مردم فکر بکنن شما در جریان هستین که شورای سالنگ فعلا کارش جریان داره و این یگانه راهی است که کشورای که ولایت شمالی را با ولایت مرکزی و ولایت جنوبی وصل میکنن افغانستان از یک کشور زراعتی است و محصولات زراعتی از یک ولایت به ولایت دیگه از ولایت جنوبی به ولایت شمالی اینا انتقال پیدا میکنند و همچنان دیگه مواد تجارتی این واقعیت که اول افغانستان خود داخل افغانستان شگفا می سازه و داینده آینده دا ما شاید از این خواهد بودیم فیلند محسوس میشه که دمی دو سال که امارات اسلامی افغانستان کار کرده یعنی قابل ملاحظه است که ما ببینیم که صادرات نسبت به سال قبل به کشورهای خارجی اندک افزایش یافته و همچنان تعامل تعامل کشورهای همسایه با افغانستان یک امر ضروری است و آینده انشالله که ما یک کشور خودکفا از لحاظ زراعتی در درجه اول از لحاظ زراعتی و بعدا در دیگه امورات انشالله که شاعر شوفایی بیشتر خواهد بله بل. و از نظر شما تعامل کشورهای جهان با افغانستان در چه حد بود؟ تعامل بستگی کشورهای جهان از خودم هم شرایط دارند و خواستهایی دارند که باید امارات اسلامی افغانستان با اونا عباید بگوید و طبعا وقتی که دو طرف خواستهای یک دیگر را براورده بستازند تعامل صورت میگیره و این کشور به رسمیت شناخته میشه و تحریم هایی که از از بین خواهد رفتن اما یک چیزی که خیلی مهم است در میان گفته های شما او است که بعضی از خواسته های کشورهای منطقه به خصوص کشورهای بزرگ و کشورهایی که دخیل هستند در امور افغانستان مثل آمریکا یکی از شرایطشان حکومت فراگیر در افغانستان هست که بارها از سوی امارت اسلامی افغانستان این مسئله رد شده و گفته شده که در افغانستان همچنان حکومت همه شمول پابرجا است نظر شما در این مورد چی است؟ براستی در افغانستان حکومت فراگیر هست؟ به اندازه که ما محسوس میکنیم حکومت فراگیر به او اندازه نیست و ما باورمند به هستم که یک روز امارات اسلامی افغانستان در خود از تمام ادبای کشور و از تمام ولایت و از تمام اخشار هموطانان ما را داشته باشه که حکومت کار بکنن و این طبعا خواست جهانی هم همی است و در قسمت سوال شما باید بگویم که به اندازه که باید محسوس شود و قابل ملاحظه حکومت فراگیر نیست رهبران حکومت امارت اسلامی همواره این مسئله را رد میکنند و بارها تاکید کردند که در نظام حکومت امارت اسلامی همچنان از تمام اخشار و از تمام نقاط افغانستان در او حضور دارن و عملا در وزارت ها هستن و این چیزی است که ما چندین باری که با مقامات صحبت کردیم در امارت اسلامی از،, از, نقاط مختلف افغانستان از طبقات مختلف نژادهای های مختلف و زبان های مختلف حضور دارند و فعلا به فعالیت پرداختن آیا ای چنین، این چنین نیست یک مسئله در حکومت از نظر شما؟ یک چیز است که یک کشور که با چهل حدودا چهل میلیون نفوس باشه او را یک گروه به نمیتونه او را به پیش ببره و اداره بکنه طبعا که از تمام مردم در اینجا کار میکنند ولی در رده های پایین حکومتی کار میکنند به سمت یک مامور یک مدیر و یا حد اقل یک رئیس از او به با بالا ما چیز مقامات بالا هم داریم خب این تعداد انگشت شمار است و این را به خاطر جامعه جهانی و کشورهایی که به خاطر تعامل با طالبان شروط گذاشتند اونا حس میکنند که باید یک تعداد زیادی از مردم از ولایت های کشور باید حکومت در پست های کلیدی جا داشته باشند که بر فعلا فکر نمیکنم که ای یک کسا در کار بکنند تشکر جناب آقای میوند عمر آگاه امور اقتصادی و همچنان از تمام شما بینندگان عزیز که تا این دم هم همراه ما بودید این بود یک دیگر از برنامه های دیدگاه که تقدیمتون شد تا برنامه بعد شما را به خداوند منان میسید